در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که روز گذشته برگزار شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از این مراسم گفته که جوانان ایرانی دیکتاتوری رو ندیدند و نسل قدیم دیکتاتوری رو با همه وجودشون لمس کردند. به نظر شما دیکتاتوری چیه و چه مصادیق و مشخصاتی داره؟ آیا جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیکه؟ از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز شرکت داشته باشید. همونطور که میدونید راه‌های متنوعی وجود داره برای شرکت در برنامه. روی خط از شماره تلفن ما گرفته که 202-260-71-10 هست. در طول برنامه هم به طور مرتب زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید یا اینکه شماره تماس خودتون رو برای ما بفرستید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل. اگر به اسکایپ دسترسی دارید، امکان تماس تصویری هم علاوه بر تماس صوتی برای شما فراهمه. آدرس اسکایپ روی خط رو هم میتونید در طول برنامه پیدا کنید. به طور مرتب همه آدرس ها زیرنویس خواهد شد. ما در شبکه های اجتماعی هم حضور داریم. در طول برنامه هم میتونید کامنت و نظر بدید و از همه آسان تر کانال تلگرام صدای آمریکا است. پیش از هر برنامه میشه که خودتون فیلم و صدا ضبط کنید و بفرستید، یا اینکه حتی در طول برنامه به صورت نوشتاری درباره موضوع برنامه اظهار نظر کنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. من بهروز صمدبیگی هستم و سعی میکنم هرچه بیشتر نظرات شما رو در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا منعکس کنم. در بخش دیگری از اظهارات دیروزش گفتن که به برکت انقلاب مردم از حاشیه به متن اومدند و صاحب اختیار شدند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که مردم ایران همه روزه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری رو تجربه میکنند. ممنوعیت در انتخاب پوشش دلخواه، ممیزی، سانسور، فیلترینگ، زندان یا اعدام کردن منتقدان، نبود آزادی مطبوعات، عدم پاسخگویی و نبود شفافیت نهادها، برخورد با پیروان سایر ادیان، برتری دادن مردان به زنان و و و و, و بسیاری ممنوعیت‌های دیگر که احتمالاً شمایی که در ایران زندگی می‌کنید بهتر از من اون رو لمس کرده باشید. منظور آقای خامنه‌ای از اینکه جوانان دیکتاتوری رو لمس نکردن واقعاً چیه؟ برخی میگن همین مراسم تنفیذ که در اون این صحبت ها زده شده خودش نمونه از دیکتاتوری در ایرانه. یعنی تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی حکم رئیس جمهوری رو تنفیذ نکنه، عملا رئیس جمهوری ریاستی بر قوه مجریه نداره. اصلا نکته مهمتر اینه که اگه همه چیز مشروط به حکم تنفیذ رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، پس جایگاه رأی مردم کجاست؟ یا کمی عقب‌تر بریم، همین انتخابات ریاست جمهوری که اردیبهشت ماه برگزار شد که با فیلترینگ شورای نگهبان برگزار میشه چی؟ انتخابات ریاست جمهوری که با دخالت مقام‌های حکومتی و به طور مشخص شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت نامزدها انجام میشه؟ یا مورد دیگر این که زنان و شهروندان غیر مسلمان بر اساس قانونی که در ایران هستش نمیتونن رئیس جمهور بشن؟ اینها به چه معناییه؟ بذارید به سراغ خطها بریم، بشنویم نظر و تجربه شما را از این مسائل. تعریف شما از دیکتاتوری چیه و به نظر شما چه مصادیقی از دیکتاتوری رو در زندگی خودتون تجربه کردید؟ آیا واقعا به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایران یک حکومت دموکراتیک داره؟ به سراغ خطا بریم آقای فرهاد که از طریق خط تلفن هم روی ماست. آقای فرهاد، به نظر شما یا حکومت ایران یک حکومت دموکراتیکه؟ والا من اگه چند لحظه بهم فرصت بدید این بسیجیان بیان یا اون سایبری ها حتما بهتون خواهند گفت. ولی من که در چندین کشور دنیا زندگی کردم، اولین نشانه حکومت دیکتاتوری این هست که زندانی سیاسی داره. در یک حکومت دموکرات شما زندانی سیاسی نمیبینید. پروپاگاندا، یعنی صبح تا شب تبلیغ میکنه. کشور ما که 40% جمعیت زیر خط فقر رفته، یکی از مرفه‌ترین کشورهای دنیا که باید جزو پنجمین کشورهای دنیا به لحاظ ثروت و دارایی باشه،
40% میره فقر، ولی رهبر میاد میگه ما رکورد داریم، ما جزو بهترین ها هستیم، مقامات ما بهترین هستن، همه چیز ما بهترینه. چون مقایسه بکنید با حکومت هیتلر، هیتلر نژاد پرست بود، اینها والا شیعه پرستن. من نمیدونم به چه درد مردم ایران میخوره شیعه، اون حداقل برای مردم خودش میخواد، همه چی رو میخواد در خدمت شیعه باشه، تمام دارایی های مملکت رو به کشورهایی میفرسته که در اون میخواد توسعه پیدا کنه. ایدئولوژیش سرکوب، شکنجه، زندانی و فراری و اعتیاد، اینها همه از نشونه های یک دولت دیکتاتور، همه رو خفه میکنه، فقط آدم های خودش رو میخواد سر کار باشن. فراد، با توجه به مواردی که داری اشاره میکنی، پس فکر کنه هدف آقای خامنه از گفتن این جمله چه بوده؟ از کدوم جمله؟ اینکه ما رکورد زدیم؟ اینکه نه، اینکه در واقع جوانها در این دوره دیکتاتوری رو لمس نکردن، تجربه نکردن. خب دقیقا مثل همون جای دیگه که میاد میگه ما دموکرات ترین کشور دنیا هستیم، این خودش نشاندنده یه دیکتاتوریه. یه نفر میاد میخواد الغا کنه، یه نفر تصمیم گیرنده برای همه زندگی مردم. دولتی رو میاد از بین 80 میلیون 5 نفر انتخاب میکنن برای رئیس جمهور، خود ایشون اون شورای نگهبانش، باز به اونم گیر میدن، آدماش میان به اون گیر میدن. تمام این نشانه ها نشانه های یک دیکتاتوری بزرگ در تمامیت خواه توتالیتر هستش، که توتالیتر هم یکی از نشانه های بزرگ یک دیکتاتوری هست. من میتونم بگم در حال حاضر شاید فقط با کره شمالی بتونیم این دیکتاتوری رو مقایسه کنیم، هیچ جای دنیا دیگه. هر دو هم رهبر هستن، هر دو هم تمام حقوق رو برای خودشون قائل هستن. به مردم مملکت میگن اگه نمیخواید برید. کره شمالی هم دارن مردم از گرسنگی میمیرن، ولی صبح تا شب نمایش میده که مردم عاشق رهبران، گریه میکنن. اینها دروغایی است که به دنیا میگن. یه گروه مثل نایاک اینجا به وجود میارن که صبح تا شب بره برای این رژیم تبلیغ کنه. پولهای هم مردم ایران رو بگیره. فرهاد از آمریکا که تماس گرفتین، صحبت های فرهاد رو شنیدیم، از شما دعوت میکنیم اگر مایل باشه بیاید در این برنامه شرکت کنیم و نظرتون رو در مورد اظهارات روز گذشته آقای خامنه این که آیا واقعا مردم در ایران، در امروز ایران به نوعی دیکتاتوری رو تجربه نکردن، تجربیات خودتون از مشکلات، ممنوعیت و محدودیت هایی که داشتید رو با ما به اشتراک بگذارید. بله افشار، اجازه بده همین ابتدای برنامه سری به کامنت ها بزنیم و این نکته رو یادآوری کنم که تعداد بسیار زیادی کامنت به دست ما رسیده، اما متاسفانه خیلی از اونها رو نمیتونیم در برنامه عنوان کنیم. همونطور که گفتیم، اگرچه نظرات مخاطبان، چه اونهایی که تماس میگیرن، چه اونهایی که کامنت میذارن، نظرات صدای آمریکا نیست، اما باید از ادبیات مناسب تری استفاده شده باشه که ما بتونیم اونها رو عنوان کنیم. اما از کامنت هایی که به دست ما رسیده چند تا رو انتخاب کردم. مثلا آرش میگه که تمام دیکتاتورها خودشون رو دیکتاتور نمیدونستند، در اینستاگرام برای ما نوشته. همینطور سریا گفته که آدم تو سیاهی باشه عادت میکنه و سیاهی رو نمیبینه. کاربر دیگری در اینستاگرام برای ما نوشته که بدترین نوع دیکتاتوری، دیکتاتوری دینی است که در این نوع حکومت دیکتاتوری انسان و جامعه را از آزادی های فردی سلب و حق امتیاز، حق آزادی از مردم گرفته می شود. به نظر ایشون نزدیک به 40 سال از پادشاهی اسلامی می گذرد. این در واقع تفسیری است که ایشون دارند. و آخرین کامنت در این قسمت یک نظر متفاوت هست، گفته اگرچه دموکراتیک به معنایی که مورد نظر شماست نیست، در مورد ایران صحبت می کنند، ولی از خیلی از کشورهای منطقه دموکراتیک تر است، با این تفاوت که ایران روز به روز بیشتر به سوی دموکراسی می رود، ولی کشورهای همسایه از دموکراسی دورتر می شوند. چند تا مثال هم زدن، مثلا به نظرشون ترکیه، عربستان، امارات، کویت، لیبی و اردن به نظرشون وضعیت بدتری نسبت به ایران دارن. این هم موضوع جالبیه، می تونیم در طول برنامه اگه کسانی که تماس می گیرن دربارش صحبت بکنن. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، با ادامه برنامه روی خط در خدمت شما هستیم. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. سراغ تلفن ها بریم. بیننده اول که معتقد بود نه عملا ایران حکومت دموکراتیکی نیست، در کامنت ها اون چیزی که بهروز بهشون اشاره کرد بسیار از کاربران با این مسئله هم عقیده بودن. بذار به سبزوار بریم. آقای پیمان همراه ماست. آقای پیمان، به نظر شما یا اون چیزی که در ایران وجود داره یک حکومت دموکراتیکه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهروز و همه مخاطبین برنامه روی خط و وقت بخیر عرض میکنم. نظر من ایران کشور دموکراتیکه به دلیل اینکه بالاخره انتخابات هایی که تو ایران داره برگزار میشه همه حکایت از این داره که قانون اساسی و نظام اسلامی در این کشور مورد قبول مردم هستش. برای همین هم خب ما میبینیم میانگین حضور مردم در انتخابات های مختلف بالای 70%. میتونم چند سوال از خدمتتون بکنم آقای پیمان؟ خواهش میکنم. این که در بحث انتخابات شما دارید به انتخابات اشاره میکنید، بحثی که در مورد انتخابات ایران هست فیلترینگی هست به نام شورای نگهبان و این که به هر حال افراد باید مورد تایید شورای نگهبان باشن و فقط افرادی که تفکری نزدیک به حکومت دارند مورد تایید این شورا قرار میگیرن، این یه بحثه. بحث دوم همین مراسم تنفیذی که روز گذشته برگزار شد که این هم بسیار بهش اشاره شده که اگر قرار باشه که با حکم رهبر جمهوری اسلامی در واقع رئیس جمهور حکمشون قانونی بشه، رأی مردم چه جایگاهی داره؟ دو بحث، یک بحث جایگاه رأی مردم هستش، یک بحث این شرایطی که برای فیلترینگی که در انتخابات ایران وجود داره بارها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا در مورد حضور مردم که اون یک بحث دیگری هست که فعلا در موردش صحبتی نداره. در مورد این توضیح بدید ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید اولا که این که شورای نگهبان افرادی رو که نزدیک به حکومت هستن انتخاب میکنه که به نظر من اینجوری نیست. در سلایق مختلف، حزب‌های مختلف، همه توی گزینه‌های ارزم به خدمتتون شورای نگهبان هستن. ما در همین انتخابات اخیر دیدیم بالاخره آقای روحانی که الان رئیس جمهور محترم همه مردم ایران هستن توی میتینگ‌های انتخاباتیشون مواردی مطرح کردن که حتی شاید شبکه های شما هم مطرح نکنم. یه سوالی که هست، ببین مثلا توی شورای نگهبانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، رئیس جمهور 8 سال گذشته ایران رو که آقای احمدی نژاد بوده رو رد صلاحیت میکنن. خب این نشون نمیده از این که افرادی که تفکرشون نزدیک به حکومت باشه، چه بسا اگر رئیس جمهور هم باشن و تفکرشون دور شده باشه، رد صلاحیت میشن؟ ببینید این سوال خیلی پاسخ ساده ای داره، اونم این که 12 سال پیش که آقای احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری شدن شرایطشون جوری بوده که مورد تایید بودند. یعنی چی؟ یعنی از اون مواردی که برای یک رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده رو ایشون داشته. خب الان وقتی ایشون پرونده مثلا فساد اقتصادی داره، پرونده‌های دیگه‌ای داره، خب طبیعتاً نمیشه تایید بشه دیگه. این که خیلی شفافه. پیمان، این بحث خصوص فسادهایی که داری اشاره می‌کنی، فساد مثلا در نهادی مثل قوه قضاییه هم در مورد شخص اول قوه قضاییه هم وجود داره. ولی کماکان سر کار. اصلا این وضعیت یه جای دیگه. نه من فقط دارم سوال می‌کنم از خدمتتون. موضوع تنفیذ و ریاست جمهوری صحبت کنیم. ما داریم در مورد بحث این که آیا حکومت ایران یک حکومت دموکراتیک هست یا نه صحبت میکنیم. بله عرض کردم هست. ببینید تو همین قانون اساسی اومده که رأی مردم با تنفیذ رهبری به رئیس جمهور ابلاغ میشه. خب مردم دارن میان رأی میدن و این خیلی شفافه که کاملا مشخص مردم ایران این نظام رو قبول دارن و این نظام دموکراتیکه. کجای این نظام غیر دموکراتیکه؟ بذار پیمان با ما همراه باش، شما رو قول باشیم بذارید من با آقای بهمن از تهران صحبت کنم. آقای بهمن، پیمان از سبزوار معتقده که در ایران مردم میان رأی میدن و در واقع معتقدن به اینکه این دموکراسی در ایران وجود داره، چنین چیزی درسته؟ عرضم به خدمتتون، اول باید ایشون معنی دموکراتیک رو بدونه چیه، به چه حکومتی میگن دیکتاتور و دموکراسی یعنی چی. وقتی که برای من رای دهنده میان گزینه میذارن که شما باید به این افراد رای بدی، دیگه این مشخص عاقبت کار چی میشه. و وقتی که ملت میان پای صندوق رای میدن، باز باید یک نفر بیاد نظر 80 میلیون رو تنفیذ بکنه و بهش رسمیت بده. این یعنی رأی یک نفر
میتونه رأی 80 میلیون رو قبول بکنه یا نه، یا بهش صلاحیت اعتبار بهش بده یا نه. اینو هیچ جای دنیا هیچ کسی که 4 کلاس سواد داشته باشه بهش نمیگه دموکراتیک، یا نمیگه دموکراسی، یا نمیگه مردم سالاری، در صورتی که اینا ادعا دارن این حکومت حکومت مردم سالاری. ممنون از شما آقای بهمن از تهران که تماس گرفتیم. بذارید به پیمان برگردیم خیلی کوتاه. فقط پیمان، موارد دیگری از حالا شما اشاره کردیم برای اثبات اینکه ایران حکومت دموکراتیکیه، اشاره کردیم به بحث برگزاری انتخابات که انتقاد بسیار در مورد اونه، اما همین بحث فیلترینگ شبکه‌های مجازی یا بحث پوشش زنان در جامعه یا توقیف رسانه‌ها یا سانسوری و سانسور و ممیزی که در مطبوعات و انتشارات هستش، اینها موارد دیگری هستش که با استانداردهای یک کشور یا یک حکومت دموکراتیک یه مقدار همخونی نداره. شما در مورد این چه صحبتی دارید؟ من خیلی سپاسگزارم که این وقت رو دوباره به من دادید. اولا کشور دموکراتیک از نگاه خیلی از آقایون مثل شاید آقای بهمن مثلا کشور بریتانیا است. شما میدونید بریتانیا اساسا قانون اساسی نداره و هنوز این نظام پیمان عذر میخوام اگه بشه نداشته. این من مواردی رو مثال زدم که فکر کنم شاید شما اون رو لمس نکنید، ولی بسیاری از مردم هستن، اونهایی که در عرصه رسانه هستن، بحث ممیزی و سانسور رو دارن لمس میکنن. زنان مشکلات بحث پوشششون رو دارن. موارد بسیاری هست که بخش عمده از مردم رو تجربه میکنن. اینها یه مقدار با اون استانداردها گفتم متفاوته. در مورد این چطوریه شما میگید وقتی حکومت ایران دموکراتیکه؟ من خودم رسانه‌ای هستم و هم آقای سفیری هم بقیه مخاطبینی که روی خط هستن اطلاع دارن که من خودم رسانه‌ای هستم. من در دادگاه مطبوعات ایران حضور داشتم، محاکمه شدم، محکوم شدم. اون اصلا یک قانونه. من باید وقتی زیر مجموعه یک نهادی قرار میگیرم، من وقتی میرم توی یک ارگانی به نام یک رسانه، باید قوانین اون رسانه رو رعایت کنم. این یه بحث مجزاست. من عرضم اینه، آقای بهمن میفرماین که میان چند تا گزینه رو معرفی میکنن و شما لاجرم باید به اینا رای بدیم. مگر در بقیه دنیا غیر اینه؟ مثلا توی ایالات متحده مگه غیر اینه؟ غیر از این نمیشه آقای که شما فرض کنید مثلا 1000 نفر ادعا دارن که میتونن رئیس جمهور بشن، ما بیان به 1000 نفر اجازه بدیم هر کی به هر کی میخواد رای بده؟ این طبیعیه توی همه دنیا همینه. ببین الان این بحثی که شما دارین مطرح میکنید، یکی اینکه مسئله ای که اشاره کردید در مورد ایالات متحده دقیقاً غیر از این چیزیه که شما در ایران دارید میبینید. در آمریکا افراد در شهرهای مختلف بحث در واقع بالا اومدن افراد و کاندیداتورها از شهرهای کوچک شروع میشه و مردم اونها رو انتخاب میکنن تا یک فرد به بالاترین حد برسه که در نهایت کاندیدای ریاست جمهور میشه، برخلاف اون چیزی که در ایران هستش. ولی آیا شما این مباحثی که در مورد رد صلاحیت یا این بحثی که دارید مطرح میکنید، آیا در رسانه های ایران به عنوان مثال میتونید مطرح کنید و ازش انتقاد کنید از این شرایط؟ بله، بارها مطرح شده و بارها. ببینید اصلا من فکر میکنم اتفاقا شما جناب سیگارچی یه خورده اگر دقیق تر ایران رو بنگرید شاید خیلی از این سوالات براتون قابل حل‌تر باشه و نیاز به جوابی نداشته شما باشه. آخه متاسفانه آقای پیمان از صحبت‌های من در واقع جوابی که ما دنبالش هستیم در واقع پاسخ ما میخواد باشه نمیدید. ما از شما میپرسیم با عنوان مثلا در مورد بحث پوشش که در ایران اجباری وجود داره برای اونها، شما پاسخ این رو به ما نمیدید. در مورد توقیف کتاب آقای سیگارچی من عرض میکنم، ببینید در هر کشوری، در هر در هر مملکتی یک قوانینی وجود داره. این کجای این مسئله اشکال داره؟ مردم اگر نسبت به همین قوانین که شما میفرمایید، مثلا پوشش، ببینید من در مورد خودم مثال بزنم، من در دادگاه مطبوعات ایران محکوم شدم. آیه پیمان من با شما خدافظی میکنم. یه بحثی که هستش فقط خیلی کوتاه این نکته رو اشاره کنم، در ایران چیزی داریم به نام گشت ارشاد. گشت ارشاد در پاسخ به این اومده که افرادی در ایران هستن که به عنوان مثال بحث پوشش رو مثال زدیم، علاقه دارن که لباسی که پوششی که خودشون دوست دارن رو بپوشن. طبیعتا هم قابل قبول نیست برای حکومت و به اجبار میخواد حکومت پوششی رو اونها داشته باشن که باب میل حکومته. حالا به هر صورت بحثون با ایشون به نتیجه نرسید. بذارید به تهران بریم. آقای کوروش همراه ماست از طریق تلفن. آقای کوروش چقدر با صحبت‌های پیمان موافق هستی و اینکه آیا به نظر شما در ایران حکومت دموکراتیک وجود داره؟ آقای کوروش از تهران بفرمایید. جناب در مورد اینکه توی ایران دموکراتیک هست یا دیکتاتوری، اصلا از قوانین جمهوری اسلامی توی این سالهای گذشته
چیز شده. مثلا توی مجلس ششم حکم حکومتی آقای خامنه ای صادر کردند و خیلی راحت نماینده های مردم رو زدن کنار. این یه موردش. مردم اومدن دو سال پیش به همین مجلس خبرگان اومدن رأی دادن و آقای جنتی خارج از لیست بود. اومدن پشت پرده ساخت و پاخت کردن و اعمال و نفوذ شد و آقای جنتی شد رئیس مجلس خبرگان. یا مثلا آقای رئیس جمهور ملت رأی دادن به آقای روحانی. حالا خوب یا بد، آقای روحانی اومده الان وزیرای کلیدی شو کلن باید آقای خامنه حکومت باید تعیین کنه و الکی سری وزیرای اقتصاد و فلان که اینا رو آقای روحانی تعیین میکنه و فردا اگر مشکلی پیش بیاد همین اقتصادی که همین سیاست خارجیش نمیذاره تکون بخوره یا مثلا این سری مسائل، بعد اقتصاد که پیش نمیره بعد میان میگن آقای روحانی نتونست اقتصاد رو پیش ببره. همه اینا نشون میده که حکومت ایران دموکراتیک نیست. ممنون. در جواب این دوستمونم که بفهمید فقط کوتاه اگر میشه، در جواب این دوستمونم که اومدن گفتن اشتباه نشه، مردم نظام قبول ندارن که میان رأی میدن. من حالا توضیح میدم چرا. مردم اگر نظام قبول داشته باشن میسپارن دست اینا، رأی میدن. آره، منتها مردم از رو ناچاری رأی میدن، نه اینکه نظام قبول داشته باشن. شما بیا آقای ایکس، آقای ایگرگ از خارج، از اونایی که رئیس اپوزیسیون هستن تو آمریکا هستن، این ور اون ور اندیشمندای ایرانی، دانشمندای ایرانی رو بیارین در کنار آقای روحانی و آقای رئیسی، ببینم کی با آقای روحانی رأی میده. مردم ناچارن در مقابل گزینه بد و بدتر بد رو انتخاب کنن و الا بدتر رو میذارن جلوشون. ممنون آقای کوروش. آقای کوروش زمان کوتاست و خطا هم پر هستش، اما شما مگه تمایلی در برنامه شرکت کنید؟ علاوه بر راههایی که بهروز اول برنامه خدمتتون گفت و به صورت زیرنویس هم به شما نمایش داده میشه، شماره پیامگیر اتوماتیک ما رو هم فراموش نکنید، 202-382-7205 راه تماس ماست که میتونید از طریق پیامگیر با ما در ارتباط باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. به نیمه برنامه روی خط رسیدیم، برنامه‌ای که از شما پرسیدیم آیا جمهوری اسلامی ایران رو دموکراتیک میدونید یا خیر و چرا. هنوز نیمی از برنامه باقی مونده، فرصت دارید تماس بگیرید یا اینکه از طریق شبکه‌های اجتماعی و تلگرام نظرتون رو برای ما بفرستید. در همین دقایقی که از برنامه گذشت نظرات زیادی از طریق تلگرام به دست من رسیده، من چند تاشون رو سعی میکنم خیلی سریع بخونم. افشین برای ما نوشته که سه محور در حکومت دموکراتیک وجود دارد: انتخابات آزاد، تفکیک قوا، تضمین حقوق شهروندی. هیچ کدوم از اینها به نظر افشین در ایران وجود نداره و اصول پایه‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی و آزادی هم زیر سوال میره. و آرمان هم پرسیده که چطور وقتی شخصی مادام العمر رهبر میشود و به هیچ کس پاسخگو نیست اون حکومت رو دموکراتیک بدونیم. وحید از شیراز نوشته من به عنوان یک شهروند ایرانی آرزوی بازگشت به دوران شاهنشاهی گذشته رو داره. چند تا کامنت مشابه این رو هم داشتیم، به عنوان نمونه من این رو خوندم براتون. و آقای سردار هم گفته که به نظرش در ایران اکثر مردم معنی دیکتاتوری رو نمیدونن و فکر میکنن دیکتاتور یعنی یک فرد نظامی خشن که اعتقاد ایشون لزوماً اینطوری نیستش و رهبر فعلی جمهوری اسلامی که به هیچ کس پاسخگو نیست و بالاترین مقام و فراتر از قانون و هر کس و همه چیزه، او هم نمونه یک دیکتاتوره.
بله بذارید به کرج بریم و همین سوال رو از آقای کوهسار بپرسیم. آقای کوهسار سلام، من رو بپذیرید. آقای کوهسار، به نظر شما در ایران حکومتی که سر کار هست حکومت دموکراتیکی است؟ حالا دموکراسی، دموکراتیک بودن یک حکومت طیف بسیار گسترده و متنوعی داره، یعنی لول های مختلفی داره، از دموکراسی های اروپایی، شمال اروپا، نوردیک بگیریم تا دموکراسی هایی که در شرق آسیا هستن، تو کشور آمریکای لاتین هستن، هر کدوم سطحی از دموکراسی در اونجا هست. ولی قطعا دموکراسی که در ایران هست از نظر من دموکراسی مطلوب، ایدئال که هیچی، حتی مطلوب هم نیست. دموکراسی از نوعی از دموکراسی اینجا وجود داره، ولی نه ایدئال نه حتی مطلوب. میشه اشاره کنه چون دارید با به نوعی پاسختون هم هست هم نیست؟ دموکراسی هست، یعنی ببینید مثلا بعضی برای اینکه دموکراسی نیست به رهبری اشاره میکنن. خب این قانون اساسی که تصویب شد 99% 90 چند درصد مردم اونو تایید کردن، در زمان درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی اگه بازم رای گیری میشد دیگه دموکراسی که در هیچ کشور دنیا هر روز که نمیان رای رفراندوم بکنن، اگر در زمان همون زمان نماینده های رسانه خارجی که در ایران بودن واقعا بهت‌زده شده بودن از طیف های مردم که در سوگواری شرکت کرده بودند. و خب آقای کوسا الان حدودا تقریبا 3 دهه تقریبا میگذره از زمانی که در موردش دارین صحبت میکنین، اگه به عنوان مثال آیا اگر نیازش باشه و مردم این رو بخواین، آیا در ایران با توجه به اون دموکراسی نسبی که شما اشاره میکنید هست، آیا حاضر هستن رفراندوم برگزار کنن؟ من فکر کنم نوعی از رفراندوم اصلا باید برگزار بشه، مخصوصا در مورد، یعنی به عقیده من نوع رهبری که حضرت امام داشتن و آقای خامنه‌ای داشتن، با آقای خامنه‌ای با نه اینکه به اتمام باید به اتمام، یعنی این باید خود رهبری این رو تأکید کنن. که صحبت دیگه هم کرد، اشاره کردی به بحث قانون و بعد اینکه در قانون اساسی هم یک بخش ذکر شده، بیننده دیگری هم اشاره کرده به اینکه در ایران چنین قوانینی هست و مردم مقید به این هستن که اون رو رعایت کنن. یک چیز در یک حکومتی که حالا به عنوان مثال حتی اگر اشتباه باشه ولی به اسم قانون ارائه بشه، اگر اشتباه باشه نیاز به این نیست که تغییر پیدا کنه؟ همین رو داشتم عرض میکردم. چرا قطعاً باید اون چیزهایی که به هر حال من فکر میکنم خانه خود به اون طرف داریم میریم، یعنی اگر آقای خامنه روزی، من فکر کنم امیدوارم در زمان حیاتش این اتفاق بیفته، حس کنه تهدید خارجی در حدی نیست که اساس این حکومت رو، که به هر حال ما نمیتونیم شونو سرزنش کنیم به خاطر اون به هر حال فداکاری، جانبازی، هر چی که بگید دستش رو از دست داد، تو جنگ بود، تو انقلاب بود، نمیتونیم سرزنشون، چرا دلبستگی داره. اگه حس به عنوان آخرین سوال، اینکه یک فردی همونجور که در کامنت ها بهش اشاره شد، یک فردی تقریبا نزدیک به 3 دهه رهبر یک کشور هستش، رهبر جمهوری اسلامی هستش، ولی به هیچ جا پاسخگو نبوده. همین عرض میکنم، چیزی که باید با رهبری آقای، یعنی آقای خامنه‌ای رو، رهبری رو من شخصا بهش در حدی اعتماد داشتم که در شرایط خاص ایشون بود، بودنش رو تایید میکردم، ولی فکر میکنم بعد از این باید ایشون تدبیر رو بیاندیشه که این نوع رهبری با رفتن ایشون، با ارتحال ایشون که امیدواریم خیلی دیر اتفاق بیفته، به پایان برسه و سامانی رو بدن که مردم شکرگزار ایشون باشن. صحبت‌های آقای کوهسار رو شنیدیم. از کرج بذارید به اهواز بریم. آقای کریمی که از طریق تلفن همراه ما، آقای کریمی سلام، من رو بپذیرید. و اینکه آیا به نظر شما در ایران حکومت دموکراتیک وجود داره؟ آقای کریم اگر اشتباه نکنم. من سلام میکنم. آقا یه نکته رو گفتید من خوب جواب بدم، گیر دادید به اینکه چرا شورای نگهبان میاد چند نفر رو تایید میکنه. به نظرم شما یه مقدار مطالعه کنید در مورد اینکه افراد مختلف مثلا تو کشور مختلف دنیا چجوری تایید تلاییت میشن میرن. مثال میزنم، فرانسه که ادعا میکنن مهد دموکراسی دنیاست، افرادی میتونن بیاد تو انتخابات شرکت بکنن که توسط وزارت کشور تایید صلاحیت شده باشد. دومین نکته، گفتید اول برنامه یه بیننده تماس گرفته بودم به اسم آقا پیمان، ایشون گفتن که مردم اومدن در انتخابات شرکت کردن و این نشانه دموکراسی. شما گفتید حالا اون که اومدن مردم شرکت کردن، حالا من به اون کاری ندارم. به نظر من رفتار درست نیست. شما 4 تا کامنت میخونی میگی نظر مردم اینه که ایران دموکراسی. آقای کریم بذار پاسختو به نوع دیگری بدم. در آقای کریم در طی انتخاباتی هم که داره برگزار میشه، همونجوری که بیننده دیگری اومد بهش اشاره کرد، اینه که همیشه مردم بر اساس ترسی که از بین بد و بدتر بوده
انتخاب کردن. این بحثی بوده که مطرح شده. در مورد مسائل دیگری که ما مثال زدیم، امیدوارم شما اگر جوابی داشته باشید با ما جواب بدید. در مورد موارد بسیاری که ابتدای برنامه بهش اشاره شد، بحث فیلترینگ، بحث آزادی انتخاب پوشش، آزادی مطبوعات، بحث نبود شفافیت عملکرد نهادهای مختلف و بحث فسادی که در بخش‌های مختلف دولتی و حکومت وجود در این موارد هم اگر شما به همین سرعت بتونید صحبت کنید، من از شما ممنون میشم. آقای سیگارچی خیلی خوبه، شما 10 تا سوال پرسید، اگه اندازه 10 تا سوال جواب وقت بدی به من جواب میدم. در مورد آزادی پوشش که شما میگی، شما الان یک لباس رسمی پوشیدی اومدید در صدای آمریکا، چرا با لباس زیر نمیایید؟ چون که اونجا یک فضای عمومی هست، شما در برابر مخاطبین باید یک لباسی بپوشید. شما دارید آقای کریم مثالی که میزنی مثال معروف فارغه، اصلا این بحث لباس، این که مثلا این خانمی که الان دارید در تصویر میبینید، این با لباس زیر خیلی فرقی کردیم. اون بحثی که مثالی که داریم اصلا مثال درستی نیست. این خانمی که الان با این پوشش داره میره بیرون و باش برخورد میشه، این واقعا به نظر شما یا لباس، واقعا من نمیدونم، اینو الان شما تصویر رو دارید میبینید، خودتون بفهمید که مورد این لباس هایی که دارن باشون با مردم برخورد میشه در ایران چیه؟ آقای سیگارچی من دارم میگم شما به مسئولین صدای آمریکا این حق رو قائل میشی که من دارم از شما در مورد شرایط در ایران میپرسم. ما در اینجا اجازه این رو داریم که اگر بخوایم آستین کوتاه بپوشیم، اگر بخوایم مثل همکارم بروز که شلوار لی پوشیده، این مشکل رو نداریم. ما این آزادی رو داریم که انتخاب کنیم که چی بپوشیم. مرسی آقای کریم از شما که تماس گرفتید. با شما خداحافظی می‌کنم. بفرمایید. اطلاع غلطی بود در مورد فرانسه. بله ممکنه دوباره تکرارم بشه. این نوع تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی میکنه، از تایید صلاحیت استفاده میکنه که میگه در کشورهای دیگه هم وجود دارن. مثلا در فرانسه که گفتن تایید صلاحیت اساسا متفاوته با اون چیزی که در شورای نگهبان ایران انجام میشه. اونجا کاندیداها باید یک مقدار مشخصی امضا رو از مقامهای انتخابی بتونن به دست بیارن، بعد بررسی میشه که این چه تعدادی تونستن این امضاها رو کسب کنن و بعد میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن. در برخی کشورهای دیگر هم همین موضوع وجود دارد. مرسی بروز از صحبتات. بذارید به گلستان بریم. خانم مریم که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم مریم الو. الو سلام خانم مریم، بفرمایید بشنویم صحبتهای شما رو. سلام آقای سیگارچی، خسته نباشید. ممنون آقای سیگارچی. ایران اصلا کلن دموکرات نیست، چون ما اینجا نه مطبوعاتمون آزاده، نه پوشش آزاد داریم، هیچ جنبه ای از زندگیمون آزاد نیست، حتی نمیدونیم چجوری باید زندگی کنیم که درست باشه. اینجا راحت زندگی میکنی، مردم یه حرفی میزنن، اگه با برادرت میری بیرون باید اول کارت شناسایی تو جیبت باشه که اگه جلوتو گرفتن ثابت کنی که این آقا برادرته. هیچ چیز آزادی نداریم. اینم که میگن مردم میرن تو انتخابات شرکت میکنن، حتما دموکرات، نه، مردم از رو بدبختی میرن، یکی به خاطر اینکه یارانش قد نشه، قسطش عقب نمونه، هزار جور مردم بدبختی دارن، از اینکه یه آب باریکشون قد نشه میرن رأی میدن. بله مرسی خانم مریم. صحبت های خانم مریم رو شنیدیم. بروز خیلی وقت به کامنت ها سر نزدیم، اگه بخوایم بله. نگاهی داشته باشیم خیلی سریع من چند تا کامنت بخونم افشار و باز از اینستاگرام که تعداد کامنت ها خیلی زیاد بوده. اونجا عرفان میگه دیکتاتوری یعنی اینکه در لحظه تنفیذ رئیس جمهور هم محافظ شخصی کنارت باشه، یعنی اوج احساس عدم امنیت در برابر مردم و نماینده مردم. اشارهشون به حضور سردار وحید یا وحید حقانیان هست، خیلی نزدیک به رهبر و رئیس جمهور در لحظه تنفیذ. کاربر دیگه به نام سوت دلان گفته که متاسفانه در کشور ما چون همیشه شخصی بالاتر از قانون بوده، ملت ما حتی نمیتوانن تصور کنن کشور بدون شاه یا رهبر باشد. به شاه میگفتن ذل الله، الان میگویند آیت الله. کاش این سایه ها و نشانه های خدا دست از سر ملت ما برمیداشتن تا مردم سالاری واقعی حاکم میشد. نظر این کاربر بود. و نظر عرشک رو بشنوید که میگه که خطاب به آقای خامنه ای در واقع داره صحبت میکنه، میگه آیا انتخاب چند گزینه از سوی شما و بعد اعلام رأی گیری و انتخاب فرد مورد نظر دیکتاتوری نیست؟ آقای خامنه ای شما نه تنها دیکتاتورید، بلکه یک ظالم به ملت هستید که حاضری تا هنگام مرگ در قدرت بمانید. به تهران بریم. آقای مسعود که از طریق اسکایپ هم رماس. آقای مسعود بفرمایید، تا اینجا برنامه فکرم صحبت سایر بینندگان رو هم شنیدید، بشنم این صحبت های شما و نظر شما رو. سلام میکنم به شما. من همه صحبت های بینندگان شما رو شنیدم، به نظرم
نباید خیلی سیاه دید، نباید خیلی سفید دید. بله ایراداتی هست، حتما مشکلاتی هست. در همه کشورها بالاخره سیستم‌های حکومتی در مسیر اجرای اون ایدارها و آلمان‌هایی که داشتن به مشکل خوردن. این چیز طبیعی هست به نظرم، نباید بزرگنمایی بشه، نباید نادیده گرفته بشه. بحث من اینه که باید خوبی‌هایی که به مردم داده شده رو دید. شما این بحث دیکتاتوری که مطرح شد در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مراسم تحلیل، به نظرم همین انتخابات ریاست جمهوری نشون میده چقدر دموکراتیک است. یک زمانی آقای هاشمی از این صندوق در میاد، در زمانی آقای خاتمی که 180 درجه با ایشون اختلاف داره. خب میگی مباحث رو میگی، صحبت‌های بینندگان رو شنیدی که اشاره شد به بحث فیلترینگ شورای نگهبان و در واقع نزدیک بودن و تفکری که به حکومت نزدیکه که مورد تایید قرار میگه. بارها در مورد این مسئله صحبت شد، سایر بینندگان هم اومدن در مورد این مسئله نظر دادن. بله. موارد دیگری هست که بخواید نشون بده اثبات کننده این دموکراسی که شما داری بهش اشاره میکنید باشه؟ بله ببینید، همین بحثی که من الان مطرح میکنم که هر حکومتی قطعا اجازه نمیده فردی که باهاش مشکل داره میخواد اون رو براندازی بکنه یا عضو گروه های تروریستی هست اینا بیاد شرکت کنه. به نظرم این حق یک حکومت هست از ورود همچین فردی به مسئولیت. آقای احمدی نژاد که به هر حال مثلا دو دوره رئیس جمهور ایران بودن رد صلاحیت شدن، آیا ایشون هم چجوری بوده داستانشون؟ رفت ندید، شما گفتید که افرادی که مخالف حکومتن. آقای احمدی نژاد مخالف نظام که نیست، ایشون 12 سال قبل صلاحیت داشتن، الان ندارن. مثل من الان مثلا در یک اداره استخدام میشم، در حال حاضر احتمال داره 5 سال دیگه 6 سال دیگه اون اداره صلاحیت من نبیده. مثال پس با این اوصاف صحبت های تو اینه که ایران در واقع اون دموکراسی که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکرد و داره. آقای خامنه‌ای نزدیک به 3 دهه رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. تو این مدت آیا هرگز شما به شخصی دیدید که ایشون بیاد با نهادی با خبرنگاری مصاحبه‌ای بکنه یا در مورد عملکرد این نزدیک به 3 دهه پاسخگو باشه یا صحبت بکنه؟ به یاد داری چنین چیزی رو؟ بله، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خدا رحمتش رو کنه، عرض کردم خدمتتون. بله من میخوام سوال شما رو جواب بدم. بفهم. آقای هاشمی رفسنجانی موقعی که رئیس مجلس خبرگان بودن یه مصاحبه ای کردن، گفتن که ما در مجلس خبرگان رهبری یک کمیسیونی داریم، سالانه عملکرد آیت الله خامنه ای، عملکرد برخی نظرشون رو بررسی میکنیم. آقای هاشمی رفسنجانی اینو گفتن، من به نقل از یک مقام مسئول جمهوری اسلامی دارم میگم. ایشون گفتن ما هر ساله بررسی میکنیم، اگر نکاتی هم در مورد عمل کرده ایشون داشتیم میریم ازشون میپرسیم پاسخ میگیریم. خب به نظر من همون شورا، این مجلس خبرگان که اشاره کردید توسط چه کسی انتخاب میشن؟ توسط مردم انتخاب میشن. همین 3 اسفند 94 شما دیدید مردم شرکت کردن، رأی دادن و نمایندگان خودشون رو در مجلس خبرگان انتخاب کردن. پس یعنی آقای خامنه‌ای نیازی نداره که بغیر از حلقه دورشون که به صورتی در مجلس شورای نگهبان مجلس خبرگان هستن، در واقع به نهاد دیگری پاسخ بدن و به مردم پاسخگو باشن؟ طبق قانون اساسی باید به اون پاسخگو باشن دیگه. ببینید در یک کشور که نمیشه هر دنبلی باشه. من دلم بخواد آقای خامنه‌ای بیاد مثلا به یه فلان جا پاسخگو باشن، وقتی تو کشور قانون هستش، قانون گفته ایشون به فلان جا پاسخگو باشه، مسئول مورد قانون رو اجرا میکنه. از کدوم رهبری و کدوم مقام مسئولی رو در دنیا میشناسید که مثل آقای خامنه‌ای هیچ رسانه‌ای رو به حضور نپذیرفته باشه؟ یه مقدار فکر می‌کنم اگر در چارچوب سوال‌ها بمونیم بهتر باشه، چون افشار سوال مشخصی رو پرسید و بس به سمت دیگری رفت. بر صورت ممنون از شما آقای مسعود. به زمان آخرای برنامه هم داریم نزدیک میشیم، خطام پر، اما یه تنفس کوتاه داشته باشیم، مجدد بر بینیم. دموکراتیک جایی که حکومت از طریق رأی مردم انتخاب بشه، نه از طریق یک نفر و یک شورایی که اونها رو رد صلاحیت کنه و یا تایید کنه. در کشور آلمان که من زندگی میکنم حدود 6 یا 7 تا گروه هستن که اینا برنامه‌های مشخصی برای انتخابات نخست وزیری دارن و ما هم که میشینیم گوش میدیم و میبینیم کدوم یکی همون مشکل رو اعلان میکنن و راه حلی رو عنوان میکنن، کدوم یکی راه حلشون کارآمدی بیشتری داره.
و به اون رأی میدیم. نه شورای نگهبانی داره، نه ولایت فقیهی داره، نه نمیدونم تشخیص مصلحت نظام داره. این مردم هستن که حکومت رو تعیین میکنن. این یعنی یک کشور دموکراتیک. پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. بله، بحث دموکراتیک بودن ایران و فقط ادعای آقای خامنه‌ای نیست، بارها از سوی مقامات مختلف اعلام شده. اما این صحبت‌های اخیر که دیروز بود واکنش‌های زیادی داشته. سری بزنیم به توییتر و چند نمونه از واکنش‌ها. یک کاربری توییتی کرده به طنز و کنایه که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، نوشته رهبر معظم انقلاب فرمودند ما دیکتاتوری رو دیدیم، جوانان ندیدند. چه حرفی آقا، شکست نفسی می‌فرمایید. این توییت کنایه‌آمیز ایشون بود. و کاربری به نام خوابگرد هم عکسی از بهزاد نبوی رو منتشر کرده که در دادگاه‌های پس از سال 88 محکوم شد و وضعیت فعلیش نمیشه. بهزاد نبوی یکی از جوانان پریروز، دیروز و امروز که دیکتاتوری را دیده است. و شادی بیزایی، یکی از در واقع ایرانیان بهایی، نوشته که انقلاب تقریبا همه چیز ما را گرفت، شغل والدینم، آسایش مالی، پیشرفت تحصیلی، آرامش خیال، همه چیز. کاش یک روز یک جا ببینمت و برات از دیکتاتوری بگم. همونطور که افشار گفت، اقلیت‌های دینی در ایران اونهایی هستن که احتمالاً حرفای زیادی در این زمینه خواهند داشت. در ادامه برنامه، با اینکه زمان هم خیلی کوتاه است، به هر حال افرادی که مخالف صحبت های خامنه‌ای بودن با استناد به برخی از موارد و تجربیات خودشون صحبت میکنن، اما دیگر برخی بینندگانی که موافق صحبت های خامنه‌ای هستن بیشتر مانورشون روی بحث انتخابات و حضور مردم در انتخاباته. چه بسا اگر ممنون میشم اگر به سوال هایی که در مورد بحث دیکتاتوری در ایران هست در مورد موارد دیگر هم پاسخگو باشید که ممنون میشم. بذارید به تهران بریم. خانم مجده که از طریق تلفن امروی ماست. خانم مجده، احتمالاً صحبت های سایر بینندگان رو هم شنیدیم. به نظر شما به عنوان یک خانم که در ایران زندگی میکنید، آیا در ایران دموکراسی و در واقع حکومت دموکراتیکیه؟ نه، به نظر من وجود نداره. حالا نمیدونم چه فاکتورایی رو به عنوان دموکراسی اینا قرار دادن که دموکراسی وجود داره. نه، اینطوری وجود نداره. حالا در مورد آزادی پوشش خانم ها نمیخوام صحبت کنم. من در مورد یه دختر 6 ساله دارم، کلاس داشت میرفت، کلاس ریاضی، بعد گفتن که با پوشش باید بگن، یعنی یه بلوز آستین بلند و یه روسری باید سرش باشه. داخل کلاس رو حساب گرمای هوا، بچه‌ها روسریشون رو برمی‌دارن، معلمشون هم که یه خانومه، مرتب میان به اینا تذکر میدن که چرا باید این کارو بکنن. دختر من طبق معیارهای مذهبی اینا هنوز به معذرت میخوام سن تکلیف نرسید. شما برای من دیکتاتوری رو معنی بکنید که توی کلاس گرم بچه‌ها با پوشش کامل باید باشن و مرتب هم باید بیان استرس بکشن که نکنه موهاشون عقب رفته باشه. چیزی معنی دیکتاتوری چیه؟ مثلا اونجا که واقعا مردی وجود نداره که نمیدونم. الو هستید؟ میشتم صدای شما رو خانم مجده. بله، معیارهای دیکتاتوری حتما مورد قبول خود آقایون هستش که این دیکتاتوری وجود نداره. حالا بچه 6 ساله، حالا نمیخوایم بگیم یه خانم بزرگ توی جامعه مثلا داره راه میره پوششش ممکنه آقایون رو ترغیب کنه، نه، بچه 6 ساله توی کلاسی که همه بچه هستن حتی معلمشون هم. ممنون خانم مجده که تماس گرفتیم. بذارید به تهران بریم. آقای ایمان که از طریق خط تلفن هم روی ماست. ایمان، صحبت های مجده رو شنیدین؟ یکی از مواردی بود که به هر حال نقض میکنه اون گفتاری که دیروز آقای خامنه ای در واقع در موردش صحبت کردن. نظر شما چیه؟ بکنم خدمت شما. منم اون چیزی که در کشورمون میبینم، ماها بالاخره یک مجلس و یک ریاست جمهوری 4 ساله یک بار دارن که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن و یک رهبری که با رأی غیر مستقیم. خب یه دموکراسی هست و یه مقداری حالا نقصهایی داره. من ممنونم از شما که میگید ایرانی لایق بهترین هاست و باید بهترین رو براش بخواین.
یعنی ببینید آمریکا معمولا در مورد ایران زمان شاه چون نفت مفتش میداده اصلا آقای ایمان با شما خداحافظی میکنم و به خط بعدی میرم. آقای چون زمان کوتاست واقعا نمیشه وقت بذارم و بخوام شما رو برگردونم به بحث برنامه، به مشهد بریم. آقای محمد از طریق تلفن هم رمز. آقای محمد نظر شما در مورد این مسئله و صحبت های دیروز آقای خامنه ای چیه؟ ببینید جناب آقای سیگارچی، در رابطه با دموکراسی، دموکراسی مشخصه های مشخصی داره که در قانون در تمام دنیا دموکراسی یعنی یک دموکراسی، یعنی دموکراسی مال ایران که نباید فرق داشته باشه با مثلا با مال بریتانیا یا با مال فرانسه یا با مال مثلا دوبل خارج از کشور. دموکراسی وقتی کلمه دموکراسی میاد باید همه فاکتورها یکی باشه و در کره زمین دموکراسی یعنی واحد، یک واحد کلمه است. ولی این متاسفانه در قانون جمهوری اسلامی در مملکت ما، ببینید ما وقتی من به نظر خودم، من نه سیاسی هستم نه میخوام سیاسی حرف بزنم، ولی آیا اگر یه رفراندوم بذارن این نظرخواهی رو از کل ملت بخوان، هر وقت، اصلا من کاری به این حکومت یا اون حکومت ندارم، هر کس مخواد، هر وقت قبول کردن که رفراندوم بذارن و از مردم نظرخواهی بکنن در همه مراحل های حکومتیشون. محمد موافقای گفتار آقای خامنه ای خیلی روی این مسئله تاکید داشتن که چون مردم در انتخابات شرکت کردن، در واقع نشون میده که در ایران دموکراسی و حکومت ایران حکومت دموکراتیک واقعا اینجوریه. ببخشید مگه تنها فقط با رای دادن دموکراسی تمومه؟ یعنی هیچ گوشه و کنار و هیچ خطی دیگه نیست؟ یعنی هیچ راه حل و هیچ راه دموکراسی بیان کردن و معرفی کردن دموکراسی از راه‌های دیگه وجود نداره؟ یعنی رفراندوم نمیتونه دموکراسی رو تثبیت بکنه؟ بله مرسی آقای محمد. شنیدیم صحبت های محمد از تهران. زمان کوتاست، من سریعتر سراغ خطا میرم، به مشهد بریم. آقای نجفی از طریق تلفن همراه ماست. آقای نجفی سلام، من رو بپذیرید، میشنیم صحبت های شما. جناب افشار سلام عرض کردم همه همکاران و بزرگوار هموطنان عزیزم. جسارتا شرکت کردن در به اصطلاح انتخابات که ملاکی نیست. حالا بنده چند سری رفتم شرکت کردم در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و مسائل دیگه. اصلش آقایون بیان درست کنن. از چیه؟ اختلاس زمان شاه که من یادم 25 سال بود، کجا اختلاس بود؟ کجا کارخانجات ما اینجور مزدازم آلوده به مزدازم فساد چیزی بود که الان کارخانجات ما 90% توقف مطلق دارن؟ کجا بیکاری بود؟ کجا فقر بود؟ خودمون رو که گول نباید بزنیم که داداشا، گول من بزرگوار ایرانیه، خودمون رو که گول نزنیم، کپ صفت نباشیم. آقای نجفی ببخش زمانمون هم کوتاه، سالا از شما خداحافظی میکنم. به ترکیه هم بریم، صحبت های آقای رحیمی از ترکیه از طریق اسکایپ رو هم بشنویم. آقای رحیمی سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام جناب سیگارچی. سلام. ممنون. من خیلی سریع صحبت ما میکنم. اگر مردم آمریکا و خود مردم ایران یادشون باشه، سال 73 بود که یک سیاه‌پوستی از آمریکا اومد تهران دور میدان شهیاد شروع کرد به توهین کردن هم به مردم آمریکا هم به سیاستمدارای آمریکایی لوئیس فرخان. البته آقای اوباما و جان کری هم از دوستان ایشون هستن، ولی ایشون برگشت اومد آمریکا و دولت آمریکا هیچ توهینی هیچ اهانتی به ایشون نکرد. حالا شما حساب بکنین یک نفر از خود آمریکا که مخالف جمهوری اسلامی هستش برگرده بیاد ایران، دولت ایران با این چه کار میکنه؟ این از اینکه بعضی از بیننده ها داشتن میگفتن اکسیژن دموکراسی آزادی مطبوعاته، اکسیژن دموکراسی آزادی مطبوعاته. آزادی مطبوعات که باشه یعنی دیکتاتوری نیستش. در ایران کدوم روزنامه هستش که بتونه بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه؟ کدوم حزم هستش که دموکرات باشه از افراد دموکرات؟ ممنون آقای ترکیه. با توجه به موارد و بحث آزادی رسانه، آزادی مطبوعات، ما تشکر میکنم از بینندگانی که در این برنامه شرکت کردن، نظرات خودشون رو موافق و مخالف با ما در میان گذاشتن، چرا که این بحث آزادی و بحث در رابطه مباحث استبداد در رسانه های داخل ایران مطرح نمیشه و ما خیلی خوشحال هستیم که امروز تا حدودی تونستیم حتی اگر به صورت اندک هم شده نظرات مردم رو چه موافق چه مخالف پوشش بده. اما به پایان این بخش رسیدیم. طبق روال همیشگی برنامه برسیم به مهمترین های فضای مجازی.
بله، موضوعی که انتخاب شده برای این بخش هم بی ارتباط با موضوع امروز برنامه نیست. شرک حضور دو بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مقابل یک تیم اسرائیلی در جریان مسابقات لیگ اروپا جنجالی شده. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران و احسان حاج صفی که در تیم پانیونوس یونان عضویت دارند از سفر به تل آویو خودداری کردند، اما در بازی برگشت که در آتن برگزار می‌شد مقابل تیم اسرائیلی مکابی به میدان رفتند. مدیر کل حراست وزارت ورزش عنوان کرده که با این دو برخورد خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد از تیم ملی محروم میشن. فدراسیون فوتبال ایران هم با صدور اطلاعیه این حرکت رو محکوم کرده تا اینجا. اما این موضع‌گیری ها از سوی کاربران ایرانی در توییتر با واکنش های مواجه شده و بعضی ها با استفاده از هشتگ فوتبال سیاسی نیست در این باره توییت کردن. مثلا کاربری نوشته با بازی کردن و نکردن هموطنامون جلوی حریفان اسرائیلی چه دردی ازمون دوام میشه که به خاطر انجامش بازیکن رو محروم میکنید. کاربر دیگری هم گفته مسعود شجاعی هر جا تونسته حرف حق زده و قدمای مثبت برداشته، لازم این بار جامعه ورزش و مردم تمام قد حمایتش کنند. نظر این کاربر بود. همینطور ساسان که توییت کرده مسعود شجاعی کاپیتان تیم شایسته ما، سرباز واقعی وطن، همیشه طرف مردم است، از آن مچبندهای سبز تا همراهی با خواست عمومی کاپیتان تنها نیست. این اشاره به مچبند سبز که بعد از اتفاقات سال 88 رخ داد زیاد بوده، منتها از همین زاویه بعضی انتقاد کردن، گفتن که این حرکت خودش سیاسی بوده. روشن هم در این زمینه توییت کرده اینکه بگیم فوتبال سیاسی نیست بیشتر شبیه شوخیه، باید بگیم سیاست حاکمیت ها نباید وارد فوتبال بشه، وگرنه فوتبال هم سیاسیه. و در آخر واکنش علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی رو ببینیم که در صفحه اینستاگرامش از این دو حمایت کرده و نوشته شما فقط به تعهد نسبت به باشگاهتون رو انجام دادید، مهم نظر مردم نسبت به شماست. اما بهروز تو این بخش از برنامه تو مهمترین های فضای مجازی اشاره که به بحث احتمال محرومیت دو بازیکن که در مقابل تیم اسرائیلی بازی کردن، شاید این هم خودش یکی از اون مواردی باشه که با استانداردهای یک حکومت دموکراتیک شاید مغایرت داشته باشه. اما به پایان برنامه امروز هم رسیدیم و شما مگه موضوعاتی رو مهم ارزیابی می‌کنید و دوست دارین که در مورد اونها برنامه گذاشته بشه در برنامه روی خط، از طریق راه‌های ارتباطی اون رو با ما در میون بذارید. موضوعات برنامه هر روز رو هم میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پی بگیرید، با ما همراه باشید با اکانت روی خط در شبکه‌های مختلف اجتماعی. تا فردا، شب و روزگار خوش. البته تا هفته دیگه افشار. وقتتون بخیر. خسته نباشید. خسته نباشید. سری جدید فرارو دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. این صدای آمریکاست.